Hallo an alle und herzlich willkommen bei uns in unserem online deutschunterricht Ich bin Sogan, eine Freundin von این und Ihrer Lehrerin. سلام به همگی خیلی خیلی خوش اومدین به یک جلسه دیگه از آموزش زبان آلمانی با من سوگن در بامبو لنگویجز ما امروز میخوایم با هم راجب اوقات روز مثلا صبح، زور، از شب اینا و روزهای هفته صحبت بکنیم حرف اضافهشون رو یاد بگیریم و یاد بگیریم که چطوری تو جمله های مثالی میتونیم ازش استفاده بکنیم اگر بار اول ویدیو های ما رو میبینین سابسکرایب رو به هیچ عنوان فراموش نکنید با لایک ها و کامنت هم کلی به ما انرژی بدین دان لاستون همونطور که گفتم ما پس امروزمون راج اوقات روزه دی Tageszeit. دی تاگس یعنی زمان هایی که تو روز وجود داره اوقات روز اون از پلورال دی تاگس تایتن دی تاگستایتن. یعنی چی یعنی مثلا صبح زور از شب اینا همه میشه اوقاتی که تو روز وجود داره دیگه خب ما میخوایم اینا رو با هم به آلمانی یاد بگیریم در مورگن در مورگن قبلا توی درس آرتیکل ها بهتون گفتم که تمام اوقاتی که تو روز داریم همه این تاگ سایتن ها غیر از دینخت همه آرتیکلشون دره همه ماسکولینه پس دوباره بریم از اول بخونیم در مورگن یعنی صبح در مورگن در formitag در فور رو تو درس قبلی خوندیم تو ها که داشتیم میخوندیم اگه چک نکنین حتما بری نگاه کنی توی ها که داشتیم میخوندیم گفتیم فور یعنی قبل نخ یعنی بعد فور یعنی قبل میتاگ یعنی ظهر دفا میتاگ یعنی قبل از ظهر صبح که صبح مثلا تا ساعت ده ایناس نمیدونم از 6 صبح اگه صبح نمیدونم از سه صبح اگه صبح هر چیزی که خودتون بهش میگین صبح ولی فور میتگ از حدود ساعت ده تا دوازده قبل از ظهر در میتگ در میتگ میتاگ ظهره دوازده ظهر ظهر میشه میتگ در میتگ گفتیم فور شد قبل نخ شد بعد. پس فور میتگ میشه قبل از ظهر حالا بعد از ظهر چی میشه در نخ میتگ در نخ میتگ می تگم که شد بعد از حالا بعد از اون ما وارد اصر میشیم در آبند در آبند گفتم آبند هم معنی اصر میده هم معنی شب میده گفتم مثلا اگه یه ساعت هفت شب میریم یه رستورانی بهشون میگیم گوتن آبند نمیگیم گوتن نخت پس آبند مثلا از بعد از که تموم میشه هست تا مثلا فکر کنم نوه شب اینا در آبند دی نخت یعنی شب شب شبی که میریم میخوابیم دی نخت دیدین همه اینا در بود د مورگن د فارمتگ در میتگ د نخت میتگون د ابند او دی نخت دی نخت حالا میخوایم بریم بگیم که فلان اتفاق صبح میافته در صبح یا صبح چجوری میگم میگم ام امورگن ام مورگن صبح سم بیشپیل ام مورگن هاتهاش اودا هبهاش دایچ اونتقیش صبح من کلاس آلمانی دارم در صبح ام فارمیتگ ام فارمیتگ در قبل از ظهر یا قبل از ظهر ام میتگ ام میتگ ظهر در ظهر یا همون ظهر ام نخ می تگ ام نخ می تگ بعد از ظهر یا همون در بعد از ظهر ام آبند عصر ام آبند ولی اینجا به جای ام آبند دارم این در این در نخت این در نخت این در نخت در شب شب که میخوام فلان کار انجام بدم یا این نخت شلافش ای. من شب میخوام وقتی میخوام کارم رو انجام بدم در شب به جای عام میگم این در. این برای کسایی که اگر و بلدن دارم میگم اگر که بلد نیستین اصلا نگران نباشین ما با هم میریم جلوتر تو جلسات آینده با هم حتما یاد میگیریم ولی برای کسایی که بلدن این آن دم مورگنه به خاطر داتیو بودن و به خاطر ماسکولین بودن اینا ما داریم آم بعد از اون و پرپوزیسیون توی آبند و توی نخت یا توی بقیه یه تاگت سایتن و نخت فرق میکنه تو نخت اینه به خاطر دوباره داتیو بودنش و فمینین بودنش میشه این در نخت ولی بقیه ام آبند حالا میخوام بگم یه کاری رو من دارم مداوم انجام میدم مثلا هر روز صبح من میرم میدوم یا هر روز صبح ورزش میکنم چی میگم؟ میگم مورگنز یه yes, بهش میدم یعنی چی؟ یعنی هر صبح یه دن مورگن یه دن مورگن every morning. هر صبح من دارم این کار انجام میدم مورگنز صبح تایبش شپارت مورگنز تایبش شپارت صبح من ورزش میکنم. فور می تگز لرن این قبل از ظهر هر روز من یکم آلمانی یاد میگیرم. یه آلمانی میخونم. می خونم. ایسه ایش ظهر من نهار میخورم. نخ می تگز همینطوری آبند اوند نخت. پس چی شد؟ هر وقت که میخواستیم یه دونه از این تارگت سایت ها رو بر داریم و بگیم که خب ما داریم به طور مداوم به طور منظم این کار رو انجام میدیم تو اون تایم میایم یه اسمش اضافه میکنیم مورگنز فار می تاگز نخ می ترگز، می ترگز، آبنز اون نخت شبا اسرا بعد از ظهرا ظهرا قبل از و صبا خب حالا میخوایم با هم یه سری جمله مثالی بخونیم اه در مورگنامورگن لزهایش تایتونگ من صبح روزنامه میخونم ام مورگن من در صبح یا صبح لزهایش تایتونگ در فارمیتگ فورمیتگز آبیتهایش این بوغو فورمیتاگز آبیتهایش این بوغو قبل از ظهرا من تو دفتر کار میکنم در میتگ Am Mittag treffe ich Freunde beim Essen. Am Mittag treffe ich Freunde beim Essen. Man دوستام رو میبینم دوستام تخفهش به معنای ملاقات کردنه ملاقات میکنم دوستامو برای غذا یا در غذا به منظور غذا ام میتاک تخفهش فرینده بایم ایسن. در نخ می تاگ. نخ می به زوخ ایش دویچ کورز. به زوخ ایش کورز. یعنی چی؟ یعنی بعد از ظهرا من کلاس آلمانی میرم. ما تو آلمانی معمولا کلاس رو به زوخن می کنیم. نخ می به زوخ ایش کورز. در آبند. ام آبند شپیل ایش کلاویه. اصرا یا شبا من پیانو میزنم. ام ابند شپیل ایش کلابیه. این اصرها در واقع نیستا. این اصر یا در اصره. اگر که اس داشته باشه میشه نخمی ترکز یعنی بعد از ظهرها ولی وقتی ام آبنده یعنی اصر. شب. اند این در نخت و در نخت شبا من میخوابم یا در شب میخوابم. این در نخت شلافه ایش. خب اینجا میخوام یه نکته خیلی مهم رو بهتون بگم تا الان چند بار بهش اشاره کردم ولی اینجا هم گفتم تو این جمله ها باز براتون بگم و بهش اشاره بکنم تو تخته قبلی وقتی من مثال رو زدم شما دیدین که من این am for tag یا for tags و کلا مثلا am morgan morgans am abend abends in der nacht nachts همه اینا رو اومدم اول جمله نوشتم بعدش فعل آوردم بعدش ورب آوردم ولی ما با هم چی یاد گرفتیم ما یاد گرفتیم که قانونا اول زوبیکت پوزیشن یک میاد یعنی در جایگاه اول میاد پوزیشن اینس جایگاه اول بعد فعل پوزیشن 2 و بقیه جمله میاد حالا من میخوام یه چیزی بگم بعضی وقتا بعضی وقتا با توجه به بقیه اطلاعاتی که ما تو جمله داریم مثلا اینجا ما اطلاعاتی راجب به زمان اتفاق داریم یعنی الان اینجا من اما و به عنوان دوتا کلمه جدا دارم ولی هر دو داره یه اطلاعات راجع به حالت زمانی اون اتفاق میده یعنی چی داره راجع به تمپو قل قضیه با من صحبت میکنه پس دوتاش میشه پوزیشن اینس یعنی فکر نکنین چون دوتا کلمه است به ترتیب کلمه میریم جلوها دوتاش تاش پوزیشن اینسه بعد آبایت ای این بخو، Buch Position 2. چیزی که تو این جمله ها خیلی 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 مهمه اینه که همیشه و همیشه و همیشه فعل باید جایگاه دوم باشه. پس هر چقدر که اینا رو عوض میکنید مهم نیست فعل میاد جایگاه دوم. حالا چرا ما بعضی وقتا میایم اینا عوض میکنیم؟ چون چقدر بگیم من من کار کردم من رفتم او رفت خیلی قشنگ نیست که ما بیایم همیشه جمله هامون رو با زوبیکت شروع کنیم پس در یه حالت که میخوایم یه ذره جمله هامون رو قشنگ تر بکنیم یه ذره آلمانی تر بکنیم حتی میایم یه کلمه دیگه جای زوبیکت میاریم مثلا اگه بخوایم یه مثالی براتون بزنم میگم لاید هبه ایش کاینت متاسفانه ندارم من الان وقتی لاید هبه ایش یتس سایت Leider متاسفانه haben داشتن ich من jetzt الان keine Zeit keine گفتم برای منفی کردن اسمه کل جمله یعنی چی متاسفانه من الان وقت ندارم لایدر من آوردم اول جمله که متاسفانه اولش باشه یه ذره قشنگ تر باشه ولی اینجا یه نوع دیگه از اینه من دارم راجع زمانش سوال میپرسم شاید دارم میپرسم ون تو این بوغو وان پس چی برای مهمه زمان کار کردن پس تمپوغال قضیه برای من مهمه همونطور که تمپوغال برای من مهمه پس میام این اطلاعاتی که مهمه رو میارم اول جمله یعنی بعضی وقتا برای بتونونگ یعنی برای تأکید میتونیم اطلاعاتی که تو جملمون هست رو عوض بکنیم فقط باید حتما حواسمون به این موضوع باشه که جایگاه فعل نباید تغییر بکنه همیشه باید تو همون پوزیشن سای یا جایگاه دوم بمونه خب حالا الان میخوایم ما هم راجع به روزای هفته صحبت کنیم. اون یتس والن زمان او به دیزن وخن تاگ در وخن روز هفته مسکولین. در وخن تاگ پلورال دی وخن دی وخن خب وخه میشه هفته دی وخه plural die wochen nochmal woche wochen tag bedeutet ruß der tag die tage machen im tageszeiten Gott ruß tag ruß der tag die tage jede woche hat sieben tage jede woche hat sieben tage. هر هفته هفت روز داره میخوایم روزها رو با هم ببینیم من اینجا از دوشنبه شروع کردم چون دارم به طبق تقویم رسمی آلمان میگم یعنی از شنبه که روز کاری تو تهران شروع توی ایران شروع نمیکنم توی آلمان که از دوشنبه شروع میشه شروع میکنم در مونتاگ در مونتاگ ببینین آرتیکل همه هفت روز هفته دره در مونتاگ دوشنبه در دینستگ در دینستگ سه شنبه در میتوخ در میتوخ میتوخ ببینین منظورش میت از میته میاد یعنی چیزی که اصلا وسط کل، وسطش میانش نیمش وخ هم از همون وخه میاد منظورش میانه ی هفته است در میتوخ در دانستگ در Donnerstag, پنجشنبه، Der Freitag. Der Freitag. Der Samstag. Der Samstag. Und der Sonntag. خب گفتیم روزا چی هن؟ مونتاگ، میتوخ، دانستگ، فریتگ زمستگ و زونتاگ حالا این روزا پنج روزش روز کاریه دو روزش روز آخر هفته است با آخر هفته چی میگیم؟ میگیم دس نده دس واخننده دس وخننده انده یعنی چی؟ یعنی ته یه چیزی پایان یه چیزی وخه یعنی چی؟ وخه که همون هفته بود وخننده یعنی پایان هفته آخر هفته دس واخننده مثلا شانه وخننده مثلا چه میدونم من تو آلمان جمعه کسی رو میبینم تا شنبه دیگه نمیبینمش همکاریم میگم آخر هفته خوبی داشته باشی شانس و خننده شانس و خننده. یا برای این پنج روز که ما کار میکنیم بهش میگیم آبایت تاگ او الگمین آبایتس تاگ آبایتس تاگ روزهای کاری هفته روز کار هفته خب حالا من میخوام بگم که مثلا فلان روز میخواد این اتفاق بیفته مثلا امیتفوخ هبیش اینن دایچ ونتقشت در روز چهارشنبه من یک کلاس آلمانی دارم میگم چی میگم ام هم. همه اینا گفتیم چیاند گفتیم آرتیکلشون دره همهشون مسئولینند بعد مثل چی مثل تاگس تایتن الان میخوام بگم در این روز یا مثلا چهارشنبه یا در چهارشنبه چی میگم؟ میگم ام دوباره این برای اون کسایی که میدونن داتیف چیه. و دوباره میگم اگه نمیدونین اصلا نگران نباشین ما با هم تو جلسه تا آینده یاد میگیریم. برای کسایی که میدونین این داتیف چیه. Das ist der und das ist maskulin und es ist hier an. An plus dem es ist am. Am Mittwoch. داتیف. Am Mittwoch oder am Montag, am Dienstag. ام دونستاک هر چی ام داره زمانی که من میخوام یه کاری و یک بار تو اون موقع انجام بدم در چهارشنبه یا چهارشنبه بریم دو جمله بگیم ام میتوا خبش اینن اونتقشت من در روز چهارشنبه یک کلاس دارم خبش اینن اونتقشت این آینن رو اینجا به توجه نکنین یاد بگیریم که آیننه ولی در واقع آکوزاتیو ما هنوز آکوزاتیو با هم نخوندیم در جلسات آینده میخونیم میفهمین چرا ام میتوخ هابه اینن انترشت میتوخس هابه ایش دویچ ها وقتی که من وخنتاگو دارم و بهش اس اضافه میکنم یعنی یه دن وخنتاگ یعنی چی؟ یعنی چارشنبه ها هر چهارشنبه. هر چهارشنبه من کلاس آلمانی دارم ولی اینجا میگم در چهارشنبه یا چهارشنبه نمیگم همه چهارشنبه ها دقیقا مثل هم چیزی که داشتیم ام فور می و فور می و دقیقا دوباره مثل همون جایی که تو اول این درس توضیح دادم وقتی که ور پوزیشن باشه مهم نیست اگه من بخوام جای این دو تا رو عوض کنم اینجا برام اطلاعات تمپورال اطلاعات زمانی مهمتر بود میتفوکس و ام رو آوردم پوزیشن یک قرار دادم و زوب یک دو تا جمله که هر دو ایک بود و رفتم بعد از فعلا قرار دادم پس این دقیقا مثل چیزی که توضیح دادم دوباره مثل همونجا ام پلوس تگ، اون وخنتاگ پلوس اس یعنی هر همه همه چارشنبه ها هر چارشنبه حالا گفتیم فور یعنی قبل ناخ یعنی بعد حالا در تاگ فور روز قبل از میتفاخ چه روزیه؟ اسست دینستگ اود در تگ نخ میتفاخ اسیست داناستگ امروز میشه چی میشه هایت هایته در تگ فور هویته روز قبل از امروز میشه چی میشه گسترن هویت مورگن گسترن، هاییت مورگن. morgen آین مرگن صبح می نویسی? از روی معنیش میفهمیم و اینکه اول جمله درست ها همه به هر حال بزرگ نوشته میشن ولی در وسط جمله مورگن اگه به معنای صبح باشه بزرگ نوشته میشه اگر به معنای فردا باشه کوچیک نوشته میشه خب. ما تا الان یاد گرفتیم که بگیم اگر یک شنبه میخواد اتفاق بیفته یا اگر صبح میخواد اتفاق بیفته یه شنبه ها یا صبح ها حالا میخوایم اینا رو با هم ترکیب کنیم بگیم اگه یه شنبه صبح فلان اتفاق بیفته یا یک شنبه عصر من کلاس زبان داشته باشم یا دو شنبه صبح بخوام برم ورزش چی میگم؟ میام وخنتاگ روز هفته ها رو یا وخنتاگ رو میارم میذارم به علاوه تاگ سایت می یعنی چی؟ یعنی مثلا زونتاگ پلوس آبند. زونتک آبند. ام زونتک آبند لیزه ایش بوشه. من در اصرش یک شنبه کتاب میخونم یا ام زونتک آبند زیش فیلمه. فیلم میبینم بینم. او در شوه ایش می فیلمه ان شاوه ایش میا فیلم ان میا ان شاوه این نظر قشنگ تر برای کسایی که میدونین و بلدین یا زونتگ آبنز زیش فیلمه او دا شاوه ایش میا فیلم ان پس همون اما میارم زونتگ آبن منتگ مورگن دینستگ فارمیتگ هرچی هر چیزی که هست همون شکلی میارمش اول روز هفته بعد تایت سایت بعد اون وقت روز اوقات روز به علاوه هم قشنگ می نویسم و اون میشه اون ساعت من تو اون روز هفته ام زونتاگ او دا زونتاگ اون دست و آنزقه های امروز همین ها او به تاگه اون تاگه سایت ما امروز با هر درباره روزهای هفته و اوقات روز چیزی یاد گرفتیم. در آینده میایم آییم راجب ماه ها، فصل ها و سال یاد میگیریم. اگر بار اول ویدیوهای ما رو سابسکرایب فراموشتون نشه لایک بکنین و برامون کامنت بذارین هر حرفی که دارین رو. Uh, خیلی ممنون که تا اینجای ای کار همراه ما بودین فیلن دنگ سو شاون آن دیش